رشد 7500% ارز دیجیتال پپه در یک روز. ارز دیجیتال پپه چیست؟ اخبار مهم ارز دیجیتال پپه، با ما همراه باشید تا جدیدترین اخبار مربوط به ارز دیجیتال جدید پپه را از دست ندید و یادتون نره کانال یوتیوب ارز دیجیتال را حتما سابسکرایب کنید، لایک کنید و زنگوله کنارش را حتما فعال کنید تا به محض آپلود شدن ویدیوهای جدید با خبر بشید. موج سواری ارز دیجیتال پپه در بازار کریپتوکارنسی، رشد 7500% در یک روز. در روزهای گذشته ارز پپه پس از افزایش حیرت انگیز 7500% تنها در چند روز توجه جامعه کریپتوکارنسی را به خود جلب کرده است. میم کوین پپه یک ارز دیجیتال مبتنی بر بلاکچین است که در سال 2016 به طور رسمی معرفی شد. میم کوین پپه به عنوان یک نوع ارز الهام گرفته شده از یک شخصیت معروف در دنیای اینترنت بوده که در طول سالها به عنوان یک میم شناخته شده است. میم کوین پپه یکی از میم های محبوب در دنیای اینترنت است که بسیاری از افراد به آن علاقه دارند. با توجه به محبوبیت میم کوین پپه، تعدادی از توسعه دهندگان بلاکچین به ایجاد یک ارز دیجیتال مبتنی بر این میم پرداختند. اگرچه تغییرات اخیر قیمت ارز پپه باعث ایجاد علاقه و هیجان قابل توجه شده است، این توکن همچنین یک سرمایه‌گذاری بسیار سودآور اما خطرناک است. یکی از خطراتی که می‌تواند برای ارز پپه و میم‌کوین‌های دیجیتالی دیگری وجود داشته باشد، قدرت انحصاری توسعه دهندگان است. به عبارت دیگر، توسعه دهندگان این توکن قادرند به تنهایی فای دیجیتالی را که این توکن در آنها قرار دارد بلاک لیست کنند و تعداد توکن‌های در جریان را نیز تغییر دهند. این امر می‌تواند به ایجاد مرکزیت در پروژه و احتمال استفاده نادرست توسط توسعه دهندگان و منجر شود. به طور مثال این امکان وجود دارد که توسعه دهندگان با تغییر تعداد توکن‌ها بازار را تحریک کنند و به طور مصنوعی قیمت توکن را بالا ببرند، در حالی که ارزش واقعی این توکن‌ها نشان داده شده نیست. به طور کلی باید به این نکته توجه داشت که توکن‌های دیجیتالی در بسیاری از موارد با خطراتی مانند نقص امنیتی کنترل مرکزی مواجه هستند. برای همین پیش از سرمایه‌گذاری در بازار کریپتوکارنسی بهتر است که به دقت و با دانش کافی به این موضوع نگریسته و از شناخت دقیق و کاملی از خطرات و فرصت‌های این بازار برخوردار شوید. علاوه بر این، توسعه توکن پپه نیز به عنوان یک عامل خطرآفرین مطرح شده است. در واقع چند کیپ پول دیجیتالی هاوی درصد قابل توجهی از توکن پپه به صورت همزمان دریافت کردند. این تمرکز توکن‌ها در چند کیپ پول دیجیتالی خطرات مانند دستکاری بازار کریپتوکارنسی و نوسانات شدید قیمت را افزایش می‌دهد که می‌تواند برای سرمایه‌گذارانی که در این توکن سرمایه‌گذاری کردند خسارت زیادی ایجاد کند. به طور کلی همیشه لازم است قبل از سرمایه‌گذاری در هر توکن دیجیتالی به دقت تحلیل‌های لازم را انجام داده و خطرات مربوط به آن را ارزیابی کنید. ارز دیجیتال پپه دارای ویژگی مانند امنیت، شفافیت و دارای انعطاف‌پذیر است. ارز دیجیتال پپه از تکنولوژی بلاکچین استفاده می‌کند و تراکنش‌های آن به صورت عمومی قابل دسترسی هستند. از دیگر ویژگی‌های ارز دیجیتال پپه می‌توان به پرداخت هزینه کمتر در تراکنش‌ها، قابلیت تجزیه‌پذیری، امکان ارسال پول به سراسر جهان و قابلیت استفاده در تجارت الکترونیک اشاره کرد. با این حال، باید توجه داشت که مانند هر ارز دیجیتال دیگری، قیمت ارز دیجیتال پپه نیز در بازار متغیر است و ممکن است در طول زمان تغییر کند. ارز دیجیتال پپه در گذشته خبرساز شده و بسیاری از کاربران و دنبال کنندگان بلاکچین اتریوم به دنبال خرید ارز دیجیتال پپه هستند. با توجه به نوسانات در قیمت ارز دیجیتال پپه به ریسک این ارز توجه لازم را داشته باشید. توجه داشته باشید که همیشه ریسک و پاداش به همراه هم وجود دارند و باید توجه کافی به هر دوی آنها داشته باشید. برای مثال یک دارایی با پاداش بالا ممکن است دارایی ریسک بالایی باشد و برعکس یک دارایی با ریسک پایین ممکن است دارایی پاداش کمتری باشد. در عرصه ارزهای دیجیتال، ارزهایی که با نام شیت کوین شناخته میشوند اغلب به ارزهای اطلاق میشوند که ارزش واقعی ندارند و به صورت تقلبی توسط افرادی برای جذب سرمایه گذاران تحریک میشوند. بنابراین اگر این نام به یک ارز دیجیتال مرتبط با شیت کوین پپه اشاره دارد، باید بسیار موشکافانه بررسی شود که آیا واقعا دارای ارزش واقعی است یا خیر. در هر صورت، به عنوان یک سرمایه گذار باید با دقت بیش از هر تصمیمی تحلیل دقیق و شفافی نسبت به سرمایه گذاری خود داشته باشید. ارز دیجیتال پپه در رتبه 2619 بازار قرار داشته و سهم 0% از کل بازار را در اختیار دارد. هر واحد از پپه در این لحظه با قیمت 0.602 دلار با حساب نرخ تدر 53670 تومان نزدیک 0.01 تومان معامله می شود و حجم مبادلات روزانه 35 میلیون دلار است. قیمت در 24 ساعت اخیر 11% افزایش یافته است. بالاترین قیمت پپه در تاریخ 31 فروردین 1402 بوده که همین 31% پایین‌تر از آن زمان قرار دارد. تعداد کلی واحدان 420 تریلیون خواهد بود. در حال حاضر فعال‌ترین صرافی که در پپه معامله می‌شود صرافی یونی سواپ با سهم 39% از حجم معاملات روزانه است. در حال حاضر تغییرات یک ساعته منفی بوده و تغییرات یک روزه و هفت روزه روند صعودی داشتند که مطمئناً تغییرات یک ساعته که منفی بوده به دلیل اینکه ارز دیجیتال نوسانات زیادی داره دوباره روند صعودی خواهد شد. اما شاید برای ما هم سوال باشد که از کجا پپه بخریم؟ از صرافی مختلف میتونید پپه رو بخرید، اما توجه داشته باشید که این ارز دیجیتال این نوسانات زیادی هستش که شما اگر تعداد زیادی بخرید
مطمئناً توجه داشته باشید که قبل از سرمایه گذاری باید مبلغی که وارد این ارز دیجیتال می‌کنید یا می‌خواید سرمایه گذاری کنید اندک باشه، چون واقعاً این ارز دیجیتال خطرناک هستش. بسیاری از سهامگران هم حالا هشدار دادن، پس حتما توجه داشته باشید که اولاً سرمایه اندک وارد کنید، دوماً وقتی حالا قیمت بالا رفت سود زیادی به دست میارید، اگرم حالا روند نزولی شد و کلاً کلاهبرداری بود و از بین رفت دیگه شما ضرر آنچنانی نمی کنید. پس به این نکته توجه داشته باشید. خیلی از افراد در این مدته به دلیل اینکه نرز دیجیتال بالا رفته و حدودا 7500% رشد کردی که واقعا رشد عظیمی هستش در بازار کریپتو، و به همین دلیل بسیاری از افراد در همون اوج قیمتی رفتن خریدن و در حال حاضر در ضرر هستن و همه سرمایه‌شون رو وارد این ارز دیجیتال کردن که در حال حاضر در ضرر هستن و معلوم نیست که آینده این ارز دیجیتال چه می‌شود و آیا اصلا این ارز دیجیتال کلاهبرداری هست یا نیست. که بسیاری از افراد اومدن گفتن این ارز دیجیتال کلاهبرداری هستش، اما هنوز هیچی معلوم نیست. شاید کلاهبرداری باشه و شاید هم حالا کلاهبرداری نباشه، اما نوسانات خیلی خیلی شدیدی داره به طوری که ثانیه به ثانیه قیمت‌ها تغییر می‌کنه و واقعاً روندهای خیلی خیلی انفجار کننده ای داره. اما تحلیل ارز دیجیتال پپه به طور کلی میمکوین‌ها برای کسانی جذاب هستند که به دنبال کسب درآمد از ارز دیجیتال هستن و دنبال یافتن فرصت‌های سریع الوصول هستند، اما باید توجه داشت که قیمت آنها بسیار نوسانی و سرمایه‌گذاری در این حوزه بسیار خطرناک است. این توکن در هفته گذشته 50% افزایش یافت و مالیات آن بیش از 40 میلیون دلار بود. بعد از اون دوباره که رشد 7500% رو تجربه کرد و حجم معاملات این توکن واقعا بالا هستش و نوسانات زیادی داره، پس از من باید مراقب باشید تا دچار ضررهای هنگفت نشید. ارزش کل بازار استیبل کوین برای 13 ماه متوالی کاهش یافته است. داده وبسایت CC دیتا نشان میدهد که ارزش کل بازار استیبل کوین ها در ماه آوریل حدود 1% کاهش یافته و به رقم 131 میلیارد دلار رسیده است که پایین‌ترین سطح آن از سپتامبر 2021 یعنی شهریور 1400 محسوب می شود. با این حال ارزش بازار تتر در این ماه 2% رشد کرده و به 81 میلیارد دلار رسیده است. نرخ تسلط این استیبل کوین نیز برای پنجمین ماه متوالی رشد کرده و به 62% رسیده است. درآمد 4 میلیون دلاری کلاهبرداران ارزهای دیجیتال از طریق تبلیغات جستجوی گوگل. داده گزارش اسکم نشان می‌دهد که رشد کلاهبرداری فیشینگ از طریق تبلیغات جستجوی گوگل باعث شده است که کاربران تقریباً 4 میلیون دلار ضرر کنند. این وبسایت‌های جعلی با شبیه‌سازی پلتفرم‌های ارز دیجیتال تلاش می‌کنند تا کاربران ناگاه را فریب دهند و اطلاعات ورود کلیدهای خصوصی یا سایر اطلاعات حساس آنها را جمع‌آوری کنند. آنها بیشتر کاربران بخش امور مالی غیر متمرکز را هدف قرار دادند و با ایجاد تغییرات جزئی در URL پروتکل‌های مشهور مثل دیفای لاما سرمایه آنها را به سرقت بردند. اگر از این ویدیو خوشت اومد حتما کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو فعال کنید تا به محض اپلود شدن ویدیوهای جدید با خبر بشید. تا ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.